کره بله اشتباه میکنه، قوچان نژاد توپ رو میگیره، یه ضربه و گل. بله گل میزنه تیم ملی کشورمون، گل میزنه. صحنه مسته رو میبینید، حزن و اندوه در چهره تمام بازیکنان عزادار ما کاملا مشخص هستش. تسلیت عرض میکنم روز تاسوعای حسینی رو خدمت شما عزیزان تماشاگر. جعفر و اکبر، اصغر و قاسم، حلق زده دور ماه بنی هاشم، حلق زده دور ماه بنی هاشم. سپاهی نتیجه بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در شب عاشورا در تهران هرچه باشد، اما صرفاً برگزاری این مسابقه ضربه محکم و مهلکی بر مراجع تقلید و ولی فقیه است و نشان می‌دهد که تصمیم و اراده مردم بالاتر از قدرت آنهاست. روحانیون شیعه تاکنون سایر مسلمانان را متهم می‌کردند که روز عاشورا را با جشن، شادی و بازی سپری می‌کنند و تنها خودشان را محبان و داغ دیدگان حضرت حسین علیه السلام می دانستن. اما وقتی خدا بخواهد کسی را رسوا کند، او را در شرایطی قرار می دهد که دروغش برای همه فاش شود. حال مراجع شیعه باید به این پرسش ها پاسخ گویند. 1. اگر مسابقه و بازی در عاشورا ایراد دارد، چرا به بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در شب عاشورا راضی شدند؟ 2. اگر بازی و سایر روزمرگی های زندگی ربطی به چنین مناسبت هایی ندارد، پس چرا مراجع شیعه همواره چنین وانمود کردند که اعمالی مثل بازی و ازدواج و امثال آن در ایامی چون تاسوعا و عاشورا درست و شایسته نیست؟ تهران پایتخت مملکت امام زمان و ولی فقیه در شب عاشورا شاهد بازی فوتبال خواهد بود تا برای همه ثابت شود که داغدار بودن آقایان مراجع برای حضرت حسین علیه السلام شعاری بیش نیست و تا زمانی برای حضرت حسین عزاداری خواهند کرد که با بازی فوتبال در تعارض نباشد. آیا بهتر نیست که مراجع شیعه برای رهایی از چنین مخمصه ها و تنگناهایی که خودشان ساختند به حقیقت اسلام و دیدگاه اهل سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوارش برگردند؟